بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من دکتر مهرنگ خزائی هستم، روانشناس بالینی، و این برنامه است علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری دانشمندان روانشناس و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره اسرار حس ششم هستش و اون اینه که برخی افراد مدعیان که با حس ششم خودشون میتونن خیلی از مسائل رو پیش بینی کنن. آیا واقعا چنین حسی وجود داره؟ اگر وجود داره چه اسراری باعث عمل اون میشه؟ حس ششم یا به انگلیسی سیکس سنس به حسی گفته میشه که وابسته به هیچ یک از حواس پنجگانه ما انسان‌ها مثل حس بویایی، شنوایی، بینایی، لامسه و چشایی نیست و اطلاعات از طریق ذهن دریافت میشه. محققان باور دارن افرادی که این حس درشون قویه میتونن مواردی رو حدس بزنن و در مورد اون اطلاع به دست بیارن. سابقه حس ششم هم برمیگرده به عهد باستان و در بسیاری از فرهنگ ها افرادی بودن که از طریق الهام یا یک حس درونی از برخی مسائل آگاه می شدن که به اونها پیشگو می گفتن و برخی ها می تونستن با ارواح رابطه برقرار کنن. بسیاری از نابغای دنیا هم مدعیان که یک حس روشنبینی دارن که می تونن اطلاعاتی رو پیشبینی کنن و به اون حس ششم می گن. اما محققان باور دارن روشنبینی که نابغاها دارن به خاطر تفکر و منطق اوناست که باعث میشه یک دید وسیع نسبت به مسائل داشته باشن و همه آدم ها تا حدی توانای این نوع حس رو دارن، اما در بعضی ها بیشتره و در بعضی ها کمتر. حالا اینکه بعضی ها از طریق الهام یا یک حس درونی از برخی مسائل آگاه میشن یا هشدارهایی که در مورد وقایعی میدن ذهن بسیاری از دانشمندان رو به خودش مشغول کرده. برخی از محققان روانشناس این مسئله رو اومدن بررسی کردن و آزمایش‌های فراوانی هم روی اون انجام دادن، اما به نتایجی که دقیق باشه هنوز نرسیدن. اما نتیجه‌ای که اونا در مورد انسان‌ها دارن اینه که ما انسان‌ها همه از یک قدرت برتر و اراده قوی برخوردار هستیم که اون ذهن ناخودآگاه ماست که میتونه بر روی رفتار و احساساتمون اثر بگذاره که ریشه اون از درون ماست، مثل غریزه‌ها، خاطرات و احساساتی که از کودکی در ما نقش بسته. بنابراین قسمت ناآگاه ذهن ما منبع انگیزه های ماست که میتونیم به طور ناخودآگاه یک چیزهایی رو حس کنیم. همینطور مثلا یه دلشوره هایی که گاهی درست از آب در میاد، مثلا بعضی وقتا به یه نفر فکر میکنیم بعد بلافاصله تلفن زنگ میزنه و اون شخص پشت تلفونه، یا اینکه قبل از اینکه تلفن رو جواب بدیم میدونیم که کی پشت تلفن هست، یا اینکه یه شخصی رو میبینیم از اون خوشمون نمیاد، بعد به خودمون میگیم که احساسم به من گفت که این آدم خوبی نیست. بعد از مدت ها که باهاش رفت آمد میکنیم میفهمیم که احساسمون درست گفته و اون واقعا آدم خوبی نبوده. حالا سوال اینجاست که چرا احساسات ما ناخودآگاه به ما پیام هایی رو میدن که درست از آب در میاد؟ حتی بعضی وقتا یه اتفاق برای ما رخ میده که احساس میکنیم که قبلا اون صحنه رو دیدیم، یا یه منظره رو میبینیم بعد به خودمون میگیم من این منظره رو قبلا هم دیدم ولی نمیدونم کی و کجا، که به اون میگن دژاوو که یک کلمه فرانسویه به نام آشناپنداری. محققان باور دارن دژاوو یا آشناپنداری به خاطر کارکرد نادرست حافظه در موقع بازخوانی یک تجربه است. چون مغز ما تمام اتفاقات رو میبینه و اونها رو ضبط و بایگانی میکنه. وقتی دو تجربه یکسان به هم در ذهنمون به وجود میاد، در بعضی مواقع که خیلی هم کم اتفاق میفته، یک طرحهای ذهنی به گونه متفاوت اون رو تعبیر و بازخوانی میکنن و به دلیل تحریکات الکتریکی در ماده خاکستری مغز بعضی اطلاعات به درستی تنظیم نمیشن و در نتیجه همزمان پردازش هم نمیشن و این حس در ما ایجاد میشه که ما اون صحنه رو قبلا دیدیم یا اینکه در اونجا بودیم.
چندی سال پیش در امریکا یه فیلمی ساخته شده بود به نام سیکس سنس یا حس ششم که نامزد جایزه اسکار بود و بسیار فیلم بحث‌انگیزی شده بود. این فیلم بر مبنای ترس ساخته شده بود، یعنی ترس از دست دادن، ترس از ناشناخته ها، ترس از داشتن توانایی ها و قدرتی که در پشت پرده قرار داره. در این فیلم یک روانشناس کودک یه بیمار بسیار افسرده رو ملاقات میکنه. بعد از چند بار ملاقات بیمار به طرف روانشناس تیراندازی میکنه و بعدم خودشو میکشه. بعد چند ماه بعد از اون روانشناس به یه پسری که پسر بچه‌ای که مشکل مشابهی با اون بیمار قبلیش داره برخورد میکنه. اون پسر میگه که در حالت روحی خوبی نیست و میگه که افراد مرده رو میبینه اما نمیتونه چیزهایی رو که باعث وحشتش میشه رو توصیف کنه. بعد روانشناس زمان زیادی رو با اون پسر میگذرونه و کمکش میکنه که بتونه با اون چه که در پشت پرده ابهام قرار داره روبرو بشه و احساسات درونی واقعیش و واقعیت‌ها رو درک کنه. حالا نکته جالب در این فیلم اینه که ما نمیتونیم تنهایی به جنگ ترس هامون بریم. ترس هایی که نهفته هستن و ترس هایی که نمیتونیم به زبان بیاریم و همیشه یک یار، یک یاور که بهش اعتماد داریم نیاز داریم که در کنارمون باشه. دانشمندان روانشناس معتقدن که ما انسان ها همه از یک قدرت ذهنی قوی برخورداریم و غریزه ما گاهی زودتر از عقل و منطق میاد شرایط رو درک میکنه و به زبان بدنمون ترجمه میکنه که میتونه روی رفتار و احساساتمون اثر بگذاره. در واقع گاهی غریزه یک چیزهایی رو که باید بدونیم رو از قبل هوشیارانه و از طریق مغز احساس میکنه و به ما منتقل میکنه و اونو اسمشو میذارن حس ششم. برای مثال کار دستگاه بینایی رو اگه در نظر بگیریم میبینیم که چشم‌ها تصویر رو میگیرن، مغز پردازش میکنه و باعث میشه که ما ببینیم. اما واقعیت اینه که ما انسان‌ها دو نوع بینایی داریم، یکی خودآگاه یکی ناخودآگاه. برای مثال افرادی که به دلیل بیماری یا مادرزادی بینایی خودشون رو از دست دادن میتونن در بعضی موارد جهت حرکت اشیاء رو حدس بزنن یا از روی حالت یک شخص که در سکوت نشسته به احساساتش پی ببرن و این در حالتیه که اونا امکان دیدن اونها رو ندارن. پس چه اتفاقی میفته؟ چطور اونا قدرت قادرن که احساسات خودشون رو حدس بزنن؟ در واقع بینایی ناخودآگاه اونا میاد از محرکای بینایی امواجی رو میگیره که میتونن تا یه حدی از اطراف خودشون باخبر بشن و چیزی که خود اونها هم نمیدونن، هیچ توضیحی هم براش ندارن. بنابراین چیزایی که به نام حس ششم اتفاق میفته در ذهن ناخودآگاه ما در یک مسیر و جهت خیلی دقیق حرکت میکنه. حالا براتون یه مثال میارم. مالکوم گلادول یک نویسنده آمریکایی یک کتابی نوشته به نام بلینک یا پلک زدن که در اون کتاب قدرت تفکر رو بدون فکر بررسی کرده که به اون الهام میگن. مالکوم گلادول یک داستان واقعی رو در کتابش نوشته و بررسی کرده که اون داستان درباره یه مجسمه یونان باستان به نام کوروس که مجسمه گیتی میوزیوم در لس آنجلس میاد اونو به مبلغ 10 میلیون دلار از یک گالری در ایتالیا خریداری میکنه که یک کار بسیار بی‌نقص بوده از لحاظ مجسمه سازی. 7 متر هم ارتفاع داشته. موزه بعد از قبل از افتتاح یک نمایش میذاره برای مجسمه سازا، باستانشناسا و هنرمندا که بیان دیدن کنن. بعد یک مورخ تاریخ و هنر به نام فردریکو زری برای دیدن مجسمه به موزه میاد. اون وقتی که داشته به مجسمه نگاه میکرده توی یک لحظه احساسش بهش میگه که این مجسمه اصل نیست. بعد میره از مسئولان اونجا میپرسه که آیا شما پول اینو کامل دادین؟ اگر ندادین دست نگه دارین. اونا میگن خب چطور مگه؟ میگه ممکنه که این اصل نباشه، چون به نظر میرسه که رنگ دست مجسمه رو کردن توی شیر و قهوه در آوردن. بعد مسئولین موزه شروع میکنن به تحقیقات بیشتر در مورد مجسمه و یک دو تیم از تحلیلگران به مدت 1 سال روی اون تحقیق انجام میدن.
میرن با میکروسکوپای بسیار قوی زیر و روش میکنن ولی چیزی نمیتونن پیدا کنن. اما بعد متوجه میشن آدرسی که فروشنده گالری به اونا داده بوده برای کارگاهی که مجسمه در اون ساخته شده، در اون زمان اصلا اون آدرس وجود نداشته و در نهایت متوجه میشن که مجسمه تقلبی بوده و 10 سال قبلش در ایتالیا در شهر ونیز در یک کارگاه مجسمه سازی توسط یک مجسمه ساز بسیار ماهر ساخته شده و اون مجسمه ساز چنان ماهرانه اون رو ساخته بوده که هیچ کس نفهمیده که تقلبیه. اما اون شخص فردریکو زری در یک لحظه احساسش بهش گفته که این واقعی نیست. این نوع احساس برای همه ما گهگاهی پیش میاد که در یک لحظه احساسمون میگه که یه چیزی درست نیست، یا راجع به یه نفر میگیم این آدم خوبی نیست، این کار درست نمیشه، این دروغه. بعد نگاه میکنیم میبینیم کاملا درست از آب در اومد. مالکوم گلدول استدلال میکنه که یک فرایند توانا پشت صحنه افکار ماست که آثار اون ناخودآگاهه و از طریق اون فرایند ما از یک اطلاعاتی به طرز حیرت انگیز و سریع حتی در یک ثانیه دیدن به روی چیزی اون رو احساس میکنیم و همیشه اون درست هستش. در مورد حس ششم، دانشمندان آمریکایی یه نوع ژن رو شناسایی کردن به نام پیزو تو که به یونانی به نام فشار هستش که اون مسئول توانایی درک فشار و درک مستقیم در انسان هاست. اعمالی که این ژن انجام میده خلاف 5 حس اصلی انسان، یعنی همون چشایی، بویایی، بینایی، شنوایی و لامسه هست. دانشمندان در تحقیقاتشون به این نتیجه رسیدن که این ژن میتونه درک احساس عمیق یا آگاهی بدنی ما رو افزایش بده و حواسی که به واسطه اون کنترل میشه میتونه روی زندگی روزمرمون تاثیر مستقیم بذاره و آگاهی بدنمون رو زیاد کنه. برای مثال وقتی ما به حرف زدن یا واکنش چهره یه نفر نگاه میکنیم، گاهی به طور ناخودآگاه متوجه حرفای نگفته اونا میشیم. میگیم من میدونم تو داری چی میگی، یا اینکه اگه حرفاش با اون چه در چهرش نشون میده هماهنگ نباشه، ما این حس رو پیدا میکنیم که یه چیزی در مورد این آدم درست نیست، صادق نیست، حقیقت رو نمیگه. و اینجاست که نام حس ششم رو به روی این استنباط میگذاریم. خب بینندگان عزیز، حالا اجازه بدین به یک آهنگ بسیار زیبا که من براتون انتخاب کردم گوش میکنیم و بعد من برای شما درباره حس ششم توضیحات بیشتری خواهم داد. پس با ما باشین. غروبم مرگ رو دوشم، طلوعم کن تو میتونی، تمومم سایه میپوشم، شروعم کن تو میتونی. شدم خورشید غرق خون میونه مغرب دریا، منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا. دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بی‌رحمه. چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز تو راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست. سوختنو میشناسی، سکوتو از اونم بهتر، من آتیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر. میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پریشم، دوباره سو حریرت تو مثل چشمات تبریشم. دلم با هر تپش با شکستن داره میفهمه که هر انداز خوب
بینندگان عزیز، امیدوارم که از این آهنگ بسیار زیبا که براتون پخش شد لذت برده باشید. حالا برگردیم به اسرار حس ششم. بعضی ها فکر میکنن که حس ششم یک نیروی ماورایی است که بعضی ها دارن، اما گروهی از محققان این حس رو یک قدرت قوی ذهن در انسان ها میدونن که با آزمایش در آزمایشگاه ها و حتی توی اسکن های مغزی یا ام‌آر‌آی میتونه اون رو نشون بده. و حس ششم رو به معنی قدرت درک مستقل از حواس پنجگانه دونستن و اون رو یک توانایی ذهن، به این معنی که همونطور که در قسمت اول برنامه گفتم، غریزه ما گاهی زودتر از عقل و منطق شرایط رو درک و به زبان بدنمون ترجمه میکنه و در واقع گاهی غریزه چیزهایی رو که باید بدونیم رو قبل از اینکه هوشیارانه و از طریق مغز اونا رو دریافت کنیم به ما انتقال میده. بعد این روندیه که غریزه حالت فیزیکی پیدا میکنه و اون رو حس ششم میگیم. برای مثال بعضی افراد خواب اتفاقات خاصی رو میبینن و اون میان میگن که این اتفاق عیناً در بیداری رخ داده. مسئله خواب هم به عنوان یک عامل مهم در حس ششم مطرح میشه و اون اینه که خواب به دو گروه تقسیم میشه. یک خوابایی که در اونها اطلاعاتی روشن و واضح و معمولاً هشدارهایی به فرد داده میشه و خوابهایی که در تصاویر متفاوت و نمادینه که معنایی درش نیست. دانشمندان معتقدن که خوابهای واقعی و شفاف که در اون بعضی افراد خواب اتفاقای خاص رو میبینن و اون اتفاق براشون معنا پیدا میکنه و حقیقت میشه، به خاطر اینه که اطلاعات در موقع خواب از مسیرهای برقراری ذهن ناخودآگاه میگذره که در اون اطلاعات بر حسب تجربه های قبلی مشابهیه که در ذهن انبار شده و بعد در بیداری اون اتفاق رو میتونن ببینن. مسئله حس ششم در بین حیوانات هم بحث انگیزه. اونا اتفاقاتی رو که در طبیعت پیش خواهد اومد رو از چندین روز قبل احساس میکنن، مثل زلزله، سیل، و سعی میکنن که از اون فرار کنن. بعضی محققان هم معتقدن کوسه ها حس ششم دارن و همین حس باعث میشه که یک سیگنال های الکتریکی رو شناسایی کنن. البته بعضی دیگه از محققان معتقدن که کوسه ها یک شبکیه ای از سلول های مخصوص به خود در سرشون دارن که اون سلول ها میتونه الکتریسیته رو شناسایی کنه و با کمک اون میتونن ماهی هایی رو که زیر شن ها پنهان شدن رو پیدا کنن، چون این ماهی ها با انقباض کردن عضلاتشون یک سیگنال های الکتریکی رو میفرستن که کوسه ها میتونن در سرشون اونها رو شناسایی کنن و این هیچ ربطی به حس ششم نداره. در سال 1951 دکتر رایان، روانشناس استاد دانشگاه که یک شاخه جدیدی از روانشناسی رو در بعضی از دانشگاه آمریکا دایر کرده بوده تحت عنوان پاراسایکولوژی یا فراروانشناسی که به بررسی علمی دیده های روانشناختی تحت عنوان اکستراسنسوری پرسپشن یا ادراک فوق حسی می پرداخته. این پدیده ها در دو قسمت تقسیم میشه، یکی حرکت و اثرگذاری با انرژی دست ها از راه دور به روی اشیا هستش که به طور نمونه یک خانمی در روسیه بارها در مقابل چشم افراد و حتی محققان تونسته با کمک انرژی دست های خودش از فاصله دور جبهه‌ای کبریت رو جابجا کنه و اشیا رو به حرکت دراره. یا دو نفر بودن در روسیه به نام کامنسکی و نیکولایف که میتونستن با انرژی و امواج ذهنشون لامپا رو روشن و خاموش کنن. دانشمندان باور دارن کاری که اون خانم در روسیه انجام داده که تونسته اشیا رو با دست خودش به حرکت در بیاره، یا اون دو مرد با انرژیشون لامپا رو خاموش روشن کردن، در واقع اون توانایی ذهنشون و انرژی قویشونه که با امواج مغزشون تونستن اونها رو در حرکت درارن و هیچ حس ماورای طبیعی هم نبوده که اون مردم فکر میکنن. یکی از دانشمندان روانشناس دیگری یک کتابی نوشته تحت عنوان جهان هوشیار. اون باور داشته که افکار ما در واقع آینده رو در شرایطی پیش بینی میکنه و برای اثبات اون اومده یه داستانی رو که یکی از همکارانش در مورد حس ششم براش تجربه کرده رو بازگو کرده.
همکار دکتر راین یه جوونی بوده به نام جیمی. اون قرار بوده که به یه سفر تفریحی شکار با خانومش و دوتا از دوستاش برن. اون قبل از رفتن تفنگش رو میخواسته برای شکار ببره، شروع میکنه تمیز کردن. بعد گلوله ها رو از توش در میاره. بعد که تفنگ تمیز شد، اون گلوله ها رو میذاره توش. وقتی که میخواسته که تفنگ رو بذاره توی جعبش، یک دفعه یک احساس درونی بهش یه الهامی میده که جعبه رو باز میکنه و گلوله ها رو از داخل تفنگ در میاره و میذاره تو جعبه دیگه. وقتی که میره به شکار، با خانومش و دوتا دوستاش نشسته بودن شب کنار آتیش رو حرف میزدن. یه دفعه بین اون دوتا مردا دوستا یه بحثی در میگیره و یکی از اونا عصبانی میشه و میره تفنگ جیمی رو که اونجا روی جعبه گذاشته بوده رو بر میداره و میاد جلو که تفنگ رو، بعد جیمی میره تفنگ رو از دستش بگیره، اون ماشه رو میکشه، ولی خوشبختانه توی تفنگ گلوله نبوده، چون جیمی اون احساس بهش گفته بوده که اونا رو در بیاره. دکتر راین معتقده که انسان‌ها وقایع غیرعادی خاصی رو تجربه می‌کنن که به این تجارب پدیده‌های روحی میگن و اون رابطه علل و معلول به اون شکلی که به تصور میاد نیست و پدیده‌ای فراتر از اونه که گاهی اوقات جلوتر از فکر ما میاد و اتفاقات به صورت یک پیام‌هایی به زبان بدن ما داده میشه بدون که از اون آگاهی داشته باشیم. در حال حاضر بحث در مورد حس ششم بین محققان علوم طبیعی زیاده، چون بعضی ها معتقدن یک شواهد علمی اثبات شده در این مورد وجود نداره و اگر هم نتایجی وجود داشته باشه بسیار کم و ضعیفه و هیچ پایه علمی نداره. از طرفی هم مطالعات نشون میده که افراد خاصی قابلیت و قدرت ذهنهای قوی و خاصی از خودشون نشون میدن که به اونها حس ششم میگن. بنابراین در این دنیا هنوز خیلی چیزها هست که ما علتش رو نمیدونیم. بنابراین و سعی کنید که از افکارتون مراقبت کنید. البته مراقبت از افکار کار سختیه. هرچی افکار بهتر و مثبت در سرمون داشته باشیم، احساسات بهتری پیدا میکنیم و احساسات خوب باعث میشن که جهتگیری ما در زندگی بهتر باشه. بنابراین حوادث گوناگون زندگی نیست که در به هم زدن روحیه ما تأثیر داره، بلکه بیشتر واکنش های ذهنی ما در مقابل حوادثه و ما همیشه به اون چیزی تبدیل میشیم که خودمون فکر میکنیم و فکر خوبه که ما رو به هر جا که میخوایم میرسونه. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. در ضمن کتاب جدید من به نام نیلوفرهای مجنون منتشر شده که اثری است بر اساس داستان واقعی که راوی مشکلات مردمی است خسته از زندگی و افسرده. قصه زندگی جوانهایی که مثل بعضی از آدمها گرفتار تقدیر و سرنوشتی میشن که خودشون اون رو انتخاب نکردن و در دنیای واقعی از چند لایه بودن زندگیشون در رنج به سر میبرند و دچار مشکلات روحی روانی شدن. شما با تلفن یا آدرسی که روی صفحه تلویزیون هست میتونید کتاب رو خریداری کنید. همینطور این برنامه ها رو میتونید از یوتیوب، فیسبوک من و وبسایت پژوهش سرای دانش نوین ببینید و من تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی برای شما آرزو دارم.